سلطان قلبای مردم ایران 20 سال انتظار کشید که جمهوری اسلامی حکم ممنوع الکاریش رو بشکنه تا بتونه به عشق از دست رفتش یعنی سینما برگرده و مقابل دوربین قرار بگیره. پدیده تاریخ سینمای ایران وقتی از دنیا رفت، خیلی ها تازه افسوس خوردن که چرا کاری برای برگشت اون به سینما نکردن، چرا این همه بیرحمانه باش برخورد کردن و چرا اجازه دادن مرگ رو هر روز زندگی کنه. مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی. این مرگه؟ همه داریم هر روز میمیریم، زندگی کجاست؟ این ویدیو رو ببینید تا با سیر زندگی این بازیگر نامدار و کشتیگیر قابل بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید، با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد علی فردین یکی از خبرسازترین چهره‌های سینما ایران از اواخر دهه 30 تا اوایل دهه 60 بود. همه ایرانی ها فردین، این بازیگر خوش چهره سینمای ایران رو با این خنده های پهن و کشیده به یاد میارن. هنرپیشه صاحب سبکی که با بازی دیدنی، اجرای آواز و ترانه و رقصیدن خاصش بازار سینمای فیلم فارسی رو رونق داد و در دوره‌ای که مردم بیشتر برای دیدن فیلم‌های خارجی به سینما می‌رفتن، گیشه فیلم‌های ایرانی رو حسابی تکون داد و تماشاگران رو برای دیدن فیلم‌هاش به صف کرد. محمد علی فردین تو 16 فروردین 1309 پایین‌تر از دروازه دولاب تهران توی خانواده متوسط به دنیا میاد. پدرش علی فردین استادکار یه تراشکاری توی دوشان تپه بوده و همزمان بازیگری هم می‌کرده. علی بعد از کار روزانه تو گرند هتل و تئاترای لاله‌زار در نمایش‌های مختلف بازی می‌کرده. حتی قرار بوده تو فیلم دختر لور هم بازی کنه، اما بنا به دلایلی این اتفاق نمی‌افتاد. به هر حال اولین کسی که باعث علاقه‌مندی محمدعلی فردین به سینما میشه پدرش بوده. محمدعلی رو از همون دوره کودکی با خودش به سینما میبرده و با هم به تماشای فیلم‌های صامت اون دوره میشستن. خود محمدعلی فردین هم معتقد بود که هنر بازیگری رو از پدرش به ارث برده. برای همینم از زمان شروع بازیگری این اطمینان رو داشته که بازیگر خوب و هنرپیشه‌ای محبوب میشه. فردین از همون دوره کودکی یه پسر زرنگ، پر جنب و جوش و با اعتماد به نفس بوده. اون یه دوره عاشق نقاشی و شنا میشه. حتی آرزو داشته به حدی در این ورزش رشد کنه که بتونه با قهرمانای شنای دنیا رقابت داشته باشه. فردین 7 ساله درس و مشق رو در مدرسه دقیقی شروع میکنه. تا کلاس سوم هم تو همین مدرسه بوده. بعد هم وارد مدرسه ترقی تو خیابون شهباز میشه. بعد از تموم کردن دوره ابتدایی برای دوره متوسطه به دبیرستان آذر در خیابان شاه‌آباد میره. در همین سن نوجوانی عضو باشگاه نیرو میشه. هر روز بعد مدرسه بلافاصله خودش رو به باشگاه میرسونده و با کلی انرژی و انگیزه ژیمناستیک تمرین میکرده. اما خیلی زود جذب ورزش وزنه برداری میشه. 13 ساله بوده که تمرینای وزنه برداری رو شروع میکنه. تو همین سال 1322 فردین احساس میکنه گمشدش رو پیدا کرده و اون چیزی نیست جز ورزش کشتی. کشتی با همه ی ورزشایی که قبلا انجام داده بود براش فرق داشت. برای همین از اولین روزی که وارد دوشک کشتی میشه در سودای قهرمانی جهان بوده. تمرین کشتی رو در باشگاه نیرو با جدیت شروع میکنه و خیلی زود هم خودش رو در این ورزش نشون میده. سال اول دبیرستان در مسابقه های باشگاه تهران به مقام چهارم در وزن 63 کیلوگرم میرسه، اما چند ماه بعد در مسابقات قهرمانی باشگاه ها که در محل سیرک تهران تو خیابون فردوسی برگزار میشد به مقام اول میرسه و برای اولین بار عکس فردین با دوبنده کشتی تو روزنامه ها چاپ میشه. فردین در سال 1327 زمانی که تازه 18 ساله شده بود مجدداً به مقام اول باشگاه تهران دست پیدا می‌کنه و بعد راهی خدمت سربازی میشه.
در دوره سربازی هم به عضویت تیم ارتش در میاد و تمرین کشتی رو با جدیت ادامه میده. در سال 1329 وقتی که محمد علی فردین تقریبا 19-20 سالش بوده، با مهری خمالو، عشق اول و آخر زندگیش، ازدواج میکنه. مهری یا به قول فردین مری جون، خواهر دوست فردین بوده که در زمان ازدواج 17 سالش بوده. مهری گفته فردین یه پسر محجوب و سربزیر بود و از طریق برادرم ازم خواستگاری کرد. مهری هم که از فردین جوون خوشش اومده بود، درخواست ازدواج اونو قبول میکنه و همون سال عروسی میگیرن و زندگی مشترکشون رو شروع میکنن. حاصل این ازدواج 4 فرزند به اسمهای سعید، عاطفه، سیاوش و آمن است. فردین و مهری برای همیشه کنار هم میمونن و مهری 4 سال بعد از مرگ همسرش فردین از دنیا میره. فردین در سال 1332 تو مسابقات قهرمانی کشوری در اصفهان مدال برنز رو میبره، اما در همون سال تو مسابقات انتخابی همه رقبای داخلی خودش رو شکست میده و به عضویت تیم ملی ایران در میاد و در مسابقات جهانی سال 1954 ژاپن شرکت میکنه و با وجود شکستگی گوش صاحب مدال نقره در وزن 73 کیلوگرم جهان میشه. بعد از این به همراه چند نفر از قهرمانای کشتی مثل عباس زندی، امام علی حبیبی، جهانبخت توفیق و غلامرضا تختی در آذر ماه سال 1333 با دعوت فدراسیون کشتی سوئد به این کشور سفر میکنه تا هم در مسابقات دوستانه شرکت کنند و هم شگردای ایرانی رو به کشتیگیرای جوان سوئد آموزش بدن. تو سالهای بعد فردین ورزش کشتی رو با جدیت دنبال میکنه و در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1336 با شکست حریفان قدرش مقام اول کشوری رو برای خودش میکنه. فردین حتی در کشتی فرنگی هم مثل کشتی آزاد تبحر داشته، به حدی که در مسابقات کشوری در سال 1337 به مقام اول میرسه. تو همون سال مقام چهارم مسابقات جهانی سال 1957 استانبول رو هم به دست میاره. بعد از درخشش در ورزش کشتی و به دست آوردن چندین مقام ملی و جهانی، از دوشک کشتی خداحافظی میکنه و یک سال بعد وقتی 29 سال سن داشته وارد دنیای بازیگری میشه. هرچند که در تمام این سالها هم از دنیای هنر دور نبوده، چون علاوه بر ورزش به تئاتر و سینما هم علاقه داشته و مخاطب جدی هنرهای نمایشی بوده. بیشتر نمایش‌هایی رو که عبدالحسین نوشین، معروف به پدر تئاتر ایران، تو اون سالا روی پرده می‌برد و تماشا کرده بود و به گفته خودش در اون دوره اساساً تئاتر دغدغش بود و اصلاً به سینما فکرم نمی‌کرد. برای همینم وقتی مهین اسکویی، بازیگر و کارگردان تئاتر که برای تحصیل در رشته کارگردانی به شوروی رفته بود، به ایران برمیگرده، فردین حدود یک سال در کلاس بازیگری اون شرکت میکنه و به گفته خودش از 8 صبح تا 2:30 شب در کلاس‌های مهین و همسرش مصطفی اسکویی حضور داشته و سعی میکرده مهارت‌های مختلف بازیگری رو یاد بگیره. با این وجود وقتی وارد سینما میشه احساس میکنه که از سینما هیچی نمیدونه. 5-6 سال اول احساس سرگردونی داشته و سعی میکرده با دیدن فیلمهای خارجی و برداشت و تقلید از اونا بازیگری خودش رو تقویت کنه. فردین همیشه از این موضوع گله میکرد که در اون دوره هیچ جایی برای آموزش بازیگری وجود نداشته و حتی کتابی نبوده که بازیگرا با خوندن اون بفهمن اصلا بازیگری چیه و چی کار باید بکنن. فردین هم بیشتر به صورت تجربی کارشو پیش میبرده. برای همینم اون موقع ورود بیشتر بازیگرا به دنیای سینما خیلی اتفاقی بوده، نه از طریق کلاس و آموزشگاه و دانشکده. مثل خود فردین که یه روز سرد زمستونی تو سال 1338 وقتی که برای دیدن یه فیلم وسترن به سینما رفته بود، بلیط بهش نمیرسه و گیشه بلیط فروشی بسته میشه. پشت در سینما وایساده بوده که تو همین لحظه اسماعیل کوشان، فیلمنامه نویس و کارگردان سینما، چشش میخوره به فردین و اونو به عنوان کشتیگیر ملی میشناخته. جلو میاد و فردین رو به داخل سینما دعوت میکنه. کوشان به فردین پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات رو میده. فردین هم با آغوش باز قبول میکنه و اینطور میشه که محمد علی فردین به عنوان یکی از هنرپیشه‌های اصلی فیلم اولین نقش حرفه‌ای خودش رو در سینما بازی میکنه.
البته قبل از این در فیلم دوقلوها به عنوان بدلکار ناصر ملک‌مطیعی وارد عرصه سینما شده بوده، اما شروع بازیگری فردین با فیلم چشمه حیات ساخته سیامک یاسمیه. بعد از این فیلم پیشنهاد بازی در فیلم فردا روشن است و فریاد نیمه شب رو میگیره و به این شکل ورود او به دنیای سینما قطعی میشه. اما فردین شهرتش رو مدیون فیلم آقای قرن بیستم به کارگردانی سیامک یاسمیه. در این فیلم که محصول سال 1343 است، فردین در نقش داش حبیب قهرمان زندگی ستاره با بازی پوران میشه و داستان با ازدواج این دو نفر یه پایان خوش و مخاطب پسند داره. حتما این سکانس از فیلم گنج قارون رو دیدید. فردین که در کنار انبازی معروفش تقی زوری سر سفره شام و مشغول آبگوش خوردنه، برای اینکه قارون مهمون تازه از مرگ برگشتش رو سر ذوق بیاره میزنه زیر آواز. آوازی که با صدای ایرج خواجه امیری خیلی شنیدنی و اتفاقا با قصه فیلم هم ارتباط زیادی داره. در این فیلم که به فروش میلیونی میرسه، برای اولین بار شخصیت علی بیغم شکل میگیره. شخصیتی که به خاطر استقبال مخاطب در چندین فیلم دیگه هم تکرار میشه. همبازی شدن فردین با فروزان در این فیلم به قدری مورد توجه قرار میگیره که کم کم اینا رو تبدیل به یه زوج هنری موفق میکنه. به شکلی که در هر فیلمی تماشاچی ترجیح میداده که نقش مقابل فردین رو فروزان بازی کنه. فردین ترانه اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم و تو همین فیلم گنج قارون اجرا میکنه. با این رقص پای دیدنی که نمیذاره هیچ وقت این فیلم رو از یاد ببرید. اومدم از هند اومدم چه بیغم و رند اومدم، اومدم و باز اومدم قیدی سرم باز اومدم. هنوز هم گنج قارون یکی از بهترین فیلم‌های قبل انقلاب و فردینه که در سال 1344 به کارگردانی سیامک یاسمی ساخته میشه. بعد از ساخت و پخش این فیلم بوده که فردین به چند کشور دنیا مثل اتریش، آلمان و فرانسه میره و تعداد زیادی لوازم کار برای فیلم برداری و تدوین میخره. مثل میز مونتاژ، لنز دوربین، دوربین عکاسی و وسایل چاپ و چندین ابزار دیگه. بعد از این همه کارهای مربوط به فیلماش بعد از فیلمبرداری در دفتر اون انجام میشه و حتی بقیه استدیو هم وسایل اون رو قرض میکردن. فردین حتی تعداد وسایل گیریم هم از ایتالیا میخره و میاره ایران، مثل انواع و اقسام ریش و انواع زخمای آماده و خون مصنوعی. اون همیشه از کمبود تجهیزات تو سینمای قبل انقلاب انتقاد میکرد و صراحتا میگفت زمانی تو ایران صاحب سینما میشیم که کشور ما صاحب فن و تکنولوژی سینما بشه. شاید به یاد موندنی ترین فیلم محمدعلی فردین سلطان قلب هاست که در سال 1347 ساخته شد. یه فیلم عاشقانه که فردین علاوه بر بازی در نقش سعید، کارگردانی فیلم رو هم به عهده داشت. همونطور که سناریوی فیلم رو هم خودش نوشته بود. سعید عاشق دختر خالش ستاره است که آذر شیوا بازیگر زیباروی سینمای نقش رو بازی میکنه. قهرمان قصه باید بین عشق ستاره و پول فتنه یکی رو انتخاب کنه. حتی اگر طرفدار فیلم فارسی هم نباشید، به احتمال زیاد سلطان قلب‌ها رو تماشا کردید. به خاطر این فیلم بود که فردین به سلطان قلب‌های سینمای ایران معروف شد. سلطان قلب‌ها با صدای عارف و عهدی و بازی شیرین لیلا فروهر مورد استقبال تماشاچیان قرار می‌گیره و برای فردین لوح سپاس بهترین بازیگر مرد رو در جشنواره سینمای سپاس به ارمغان میاره. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم بی تو چه کنم. تو همین سال 47 فردین در فیلم ایتالیایی مردانه بکش در ژانر وسترن بازی میکنه. البته دو سال قبلش در بیروت فیلم مردی از تهران رو به همراه فروزان بازی کرده بود. بعد هم با بازی در فیلم همای سعادت در هند و طوفان بر فراز پاترا در اردن تجربه های جدید کسب میکنه. توی این دوره با امکانات فیلمسازی، دوربین و نحوه کارگردانی در کشورهای دیگه آشنا میشه. حتی یه مدت دوره های آموزش رقص و موسیقی میگذرونه. فردین دوست نداشت که بازیش تکراری و کلیشه‌ای بشه.
دوست داشت که نقش‌های سخت و متفاوت رو بازی کنه. به گفته خودش بیشتر فیلم‌ها شده بود فردین، کافه، صدای ایرج و زد و خورد و دعوا. برای اینکه بتونه از این فضای تکراری خلاص بشه، به فکر ساختن فیلم میفته. در سال 1351 فیلم جهنم به اضافه من رو میسازه که در اون دیگه از آواز و کافه و کتککاری خبری نبود. لوکیشن فیلم کویر بود و حتی حاضر شده بود تو گرمای داغ کویر که فقط روزی یه ساعت، اونم صبح خیلی زود، امکان فیلم برداری داشتن کار کنه تا فقط بتونه فیلم جدیدی رو به بازار بیاره و در یه قالب تکراری نمونه. در این فیلم با ستارهایی مثل پوری بنایی و فرزانه تاییدی و داوود رشیدی همبازی میشه. فردین بیشتر از دو دهه به عنوان بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده در سینمای ایران میدرخشه و در بیشتر از 60 فیلم ایفای نقش میکنه. میادگاه خشم، ناجورها، بابا شمل ساخته علی آتمی، فیلم کمدی راز درخت سنجد، ایوب، گدایان تهران و امیر ارسلان نامدار تعدادی از فیلمایی که فردین در اونا نقش آفرینی کرده. فردین با بازیگرای شناخته شده ای مثل ناصر ملکماتی، بهمن مفید، ایرج قادری، بهروز وثوقی، بیکیمان وردی، گوگوش، حمیده خیرآبادی، سعید راد و خیلی های دیگه هم بازی میشه. اون بعد از دو دهه بازیگری متواضعانه خودش رو بازیگر نمیدونست. البته کلن از سینما ایران رضایت نداشت، چون معتقد بود که بیشتر بازیگرها حرفه‌ای نیستن و کارگردان و فیلمنامه نویس خوب خیلی کم بوده. اون معتقد بود فقط بازیگرایی که از طریق تئاتر به سینما راه پیدا کرده بودن بازیگرای خوبی بودن، مثل علی نصیریان و عزت الله انتظامی. فردین صراحتن میگه که ما قبل از این بازیگران در سینما بازیگر نداشتیم، بعد از ورود اینها به سینما بود که احساس بازیگری هم به وجود اومد. اون درباره سینمای بعد از انقلاب 57 هم بر این باور بود که حضور جوانهای غیر سینمایی در سینما یکی از اشتباهات این دور است. فردین میگه که بعد از انقلاب سینما به شدت قومی شده، یعنی در اختیار قشر مشخص قرار گرفته، در حالی که سینما متعلق به همه مردمه. برای همینم سینما رو به مرگه. بوی این مرگ رو داریم یواش یواش احساس میکنیم. اون تو مصاحبه ای میگه که قبل انقلاب فیلمنامه ها اغلب ضعیف بود. در فیلمنامه اصلا به مسائل مهم مثل زاویه دوربین اشاره نمیشد، فقط شامل دیالوگ ها بود. کارگردانی هم خیلی ضعیف بود. برای همینم فردین در همه فیلمایی که بازی میکرد مجبور بود حواسش به بخش کارگردانی فیلم هم باشه. اون فقط از کارگردانی مسعود کیمیایی تعریف میکنه و میگه در فیلم غزل اصلا کاری به کارگردانی نداشتم و با کیمیایی خیلی راحت بودم. در ضمن عاشق کار غزل بودم، چون داشتم از قالب همیشگی بیرون میومدم و احساس میکردم دارم با قصه زندگی میکنم. فیلم غزل محصول سال 1355 یه اثر روبه جلو و متفاوت در سینمای ایران به حساب میاد. فیلمی دیدنی که در اون فردین با فرامرز غریبیان و پوری بنایی هم بازی میشه. داستان یه قربان جنگله که هم خودش و هم برادرش عاشق یه زن میشن. فردین در سال 1358 آخرین فیلمش برزخی ها رو بازی میکنه و بعد از این فیلم که اتفاقا فروش چندین میلیونی هم داشته، دیگه اجازه بازیگری بهش نمیدن و دوره طولانی و طاقت فرسای ممنول کاریش شروع میشه. با وجود همه این سختی ها حاضر به ترک ایران نمیشه و تا آخرین روز زندگیش برای بازگشت به سینما و بازیگری منتظر میمونه. اما از آخر بعد از انتظاری 20 ساله با همون حسرت همیشگیش از دنیا میره. بعد از انقلاب 57 خیلی از بازیگرای زن و مرد این فرصت رو پیدا کردن که بازیگریشون رو از سر بگیرن، اما فردین تا روز آخر زندگی ممنول کار شد. در دوره اصلاحات تلاشایی کردن که مجوز برگشت اون رو به سینما از فقها و مقامات ارشد کشور بگیرن، اما بیفایده بود. محمد علی فردین در کتاب ناصر و فردین از این ممنول کار شدن توسط جمهوری اسلامی گلایه میکنه و میگه یکی از بی‌انصافی‌هایی که درباره من خیلی بزرگ جلوه کرد جدا کردنم از مردم بود. اگه مثل همه هنرپیشه‌های قبل از انقلاب که مشغول کار هستن منم به بازی می‌گرفتن هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. 20 سال از عمر منم نمی‌سوخت. هیچ وقت وزارت ارشاد یا بقیه ارگان‌های حکومت درباره چرایی ممنوع‌الکاری فردین
جواب درست و منطقی ندادن. بعضیا میگفتن چون فردین تو فیلمای قبل انقلاب آواز میخونده و میرقصیده حق برگشتن به سینما رو نداره. یه روایت تلخ هم وجود داره که محسن مخملباف، نویسنده و کارگردانی که بعد از انقلاب 57 عضو فعال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بوده، مانع برگشتن فردین به سینما شده. گفته میشه که یکی از مراجع قم اجازه نامه کتبی برای ادامه فعالیت هنری فردین صادر میکنه، اما مخمل باف اونو پاره میکنه و میگه من اجازه نمیدم کسی مثل فردین تو سینمای ایران کار کنه. بیمهری نسبت به فردین فقط به ممنوع‌الکاریش در عرصه سینما محدود نمیشه. گفته شده که در جریان مسابقات جهانی کشتی در سال 1376 که در تهران برگزار میشد، وقتی که فردین برای تماشای کشتی‌ها به سالن آزادی میره، حراست سازمان تربیت بدنی جلوی حضورش در سالن ورزش رو میگیره و فردین مجبور میشه اونجا رو ترک کنه. 3 سال بعد، یعنی در بعد از ظهر 18 فروردین ماه 1379، فردین به خواب میره و دیگه بیدار نمیشه، در حالی که فقط 2 روز از تولد 70 سالگیش میگذشت. مراسم تدفین اون 21 فروردین 79 برگزار میشه. تعداد قابل توجهی از طرفداران فردین اومده بودن برای خداحافظی. انبوه جمعیت مقابل استادیوم امجدیه یا شیرودی باعث شد که همه خیابونای اطراف مسدود بشه. اون با حضور جمعیت زیادی از طرفدارانش تو بهشت زهرا تدفین میشه. وقتی اجازه بازیگری رو از فردین گرفتن، اون روز به روز دلمرده تر شد. بعد از مرگش خیلی از اهالی سینما خودشون رو سرزنش کردن که چرا کاری نکردیم که حصر و بند فردین شکسته بشه و بتونه جلوی دوربین قرار بگیره. حسرت و سرزنشی که هیچ فایده ای نداشت، چون دیگه فردین از دست رفته بود. این محبوبیت فردین فقط به خاطر بازیگریش نیست. جوون مردی و مردمداری اون زبون زد بود. داستانای زیادی از کمک مالی فردین به خانواده های فقیر و کم بضاعت شنیده شده. حتی بعد از انقلاب، وقتی که در حوالی میدون ونک در مغازه فرش فروشیش کار میکرد، خیلی ها برای کمک گرفتن از اون بهش مراجعه میکردن و هیچ وقت هم دست خالی بر نمیگشتن. حتی میگن هزینه کفن و دفن غلامرضا تختی رو فردین تقبل کرده بود. خرید جایزیه و مشارکت در ساختن مدرسه جز کارهایی که فردین زیاد انجام داده و همینا اون رو تبدیل به یه ورزشکار و هنرمند مردم دوست کرده. وقتی جمهوری اسلامی فردین رو ممنوع‌الکار کرد، اون 51 سال سن و بیشتر از 2 دهه تجربه بازیگری داشت. میشه گفت تازه داشت به جایگاهی که لایقش بود در سینما دست پیدا میکرد و قدم در مسیری میذاشت که از یه سوپر استار با عمری کوتاه تبدیل به یه بازیگر حرفه‌ای، صاحب سبک و موندگار بشه. اما در روزای اوج کاری و در دوره‌ای که درخت تجربه‌هاش داشت به ثمر مینشست، خونه نشین و منزویش کردن تا سینمای ایران برای همیشه از دانش و مهارت این پدیده تکرار نشدنی محروم بمونه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.